قتل‌های مرموز در غرب کابل. عبدالبشیر عظیمی، جوانی که همه آشنایانش توصیف خلق و خوی نیکویش را می‌نمایند. مالک سوپرمارکت فامیلی، یکی از معدود فروشگاه‌هایی که در دل شب‌های تاریک و خفته کابل تا پاسی از شب فعال بود و به مشتریانش در ساحه پل سرخ کارتیسه مواد مورد ضرورتشان را عرضه می‌کرد. دو شب قبل اما حوالی ساعت 10 بجه شخص جنایتکار وارد این فروشگاه شده و عبدالبشیر عظیمی را که در پشت دخل سوپرمارکتش نشسته است با ضرب گلوله بر صورتش به قتل میرساند و از ساحه فرار میکند. یکی از تجارای موفق کابل بود، برادر کلان ما بود، در ضمن مشاور در امور اقتصادی معاونت دو ریاست اجرایه در پل سرخ کارتیسی که یکی از مهمترین جای شهر کابل است مارکتشان موقع داشت. در این وقت های شب کسی که آمده بود کدام چیز خواست، شهید نامراد تلفن در گوشش بوده، میخواست صحبت میکرده، به مجرد که روی خود قسم دور داده تفنگچه را کشیده و بالایش فایر کرده. نزدیکان مرحوم عظیمی خواستار تامین عدالت و شناسایی و مجازات عاملان قتل وی از سوی حکومت هستند. امیدوار هستیم. ما نمیگم که ما میخواهیم از دولت که تامین عدالت بکنن، ما میگم که فقط امیدوار هستم که تامین عدالت بکنن، به خاطر که قدر عقیده بالای تامین شدن عدالت بالای مجرمین ندارم. با این حال بسیاری از دکانداران و مغازه‌داران در ساحه پل سرخ، به ویژه همسایه‌های آقای عظیمی، از افزایش ناامنی